خب پیج که رفت انشالله چیزای دیگه شون هم بره. مشکی پوشیدی روز و شبا رو از یادت رفته، یه بسته فرش کردی اشک مصنوعی گرفتی داری گریه میکنی. دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم حواشی پخش شدن فیلم خصوصی ویدو افشار توسط آبراهام، اونم تو پیج اصلیش و زندانی شدنش رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. آبراهام بالاخره بعد از 40 روز و بعد از پخش مصاحبه عجیبش توی پیج اینستاگرامش هم فعالیتش رو شروع کرد. اون در اولین پستی که گذاشت درباره ویدو حرف زد و گریه کنان گفت 40 روز شما مردم برام هر روز حکم صادر میکنین، بس دیگه. سلام، لباسی که آخرم دوست داشت، همون رنگی که دوست داشت پوشیدم، پادکلونی هم که دوست داشت زدم. امروزم پنجشنبه است، دارم میرم یه مراسم 40 باشکو برای دخترم بگیرم. 40 روز گذشت، 40 روزی که شباش واسه من شب بود اما به خیر نبود، 40 روزی که دیگه ایشی نیست بهم بگه بابا برام لالایی میگی خوابم نمیبره. بابا لالایی طولانی بگه طولانی بخوام. بابا دلم پاستیل میخواد. بابا بیدار شو بابا، تشنه همه، میترسم برم آب بخورم، تاریک. بابا موهام برام میبافی؟ بابا میشه چشم بذاری من برم گم شم تا پیدام کنی؟ 40 شبی که گم شده دارم هر شب میگردم پیداش نمیکنم. 40 شبه، 40 شب که نیست، 1 سال و 40 شب و روزه که شب و روزم رو سیاه کردید شما مردم با قضاوت، با تهمت، با دروغ. 40 روزی که همه شما مردم قاضی شدید، حکم میدید، یکیتون حکم زندانی منو میده، یکیتون حکم فراری بودن منو میده، یکیتون میگه آبراهام قاتله. من نمیدونم از که تالا مملکت ما انقدر بیقانون شده که یکی یه بلا سر یکی بیاره بعد راست راه بره. 40 شبی که هیچ کدومتون نیومدید در خونه منو بزنید بگید حالت خوبه؟ عزیز از دست دادی ها، عزیز خاک کردی، سیب زمینی خاک نکرد. بی معرفت ها، نامرد ها، چند نفر به یه نفر دیدید پیمان رفت، آبراهام پشتش خالی شد، بیدار رفت، آبراهام بغلش خالی شد، همه تو ریختید سر من، خاک و دادید روحنه، حالا نوبت منه. باش ما هم میریم، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نه. تو رو خدا دست از سر ما بردارید، بذارید زندگیمون بکنید. زندگی که نذاشتید، البته زندگی مون نابود کردید. زندگی ما به خودمون مربوطه، زندگی شما به خودتون مربوطه. ولی تو رو خدا بس کنید. من اینجا هم جا داره یه تشکر کنم از دوتا برادرم که همیشه بهم ثابت کردن برادر روزای سخت. برادرم دکتر حاجی محمد آقای مظفری و برادرم دکتر علیرضا اصغری. دیگه داره دیر میشه، دخترم منتظره، باید برم برسم. حرف آخر، بعد اینکه میخوام بگم دلی که ازم شکستید، بلایی که سرم آوردید، خدا سرتون بیاره. هیچ وقت نمیبخشم اون خدایی که شما رو ببخشه. دیگه خدای من نیست. به قول دخترم ریدا که همیشه میگفت دیگه با همتون قهرم، هیچ وقت هم آشتی نمیکنم. اون به این فیلم هم راضی نشد و با انتشار فیلم های خصوصی خودش و ویدا تو پیجش خشم و عصبانیت همه دوستاشو به جون خرید. آبراهامو انقدر دوست دارم، آبراهام جزء مهمی از زندگی منه، آبراهامو من میپرستم، اول خدا بعد آبراهام. آبراهام حتی یه فیلم فیک از مراسم ختم مالک باشگاه تراکتور پخش کرد و جوری جلوه داد که این فیلم مراسم 40 ویداست و خودش برگزار کرده. دوستای ویدو هم که با انتشار این فیلم ها به شدت عصبانی شدن، پیج آبراهام رو از دسترس خارج کردن و از آبراهام بابت پخش فیلم های خصوصی شکایت کردن. مشکی پوشیدی روز و شبا رو از یادت رفته، یه بسته فرش کردی اشک مصنوعی گرفتی داری گریه میکنی، بیا برو پدر مادرشو ببین. حرفای ما مردم، خودم هم میدم لای مردم، دروغ باشه، حرفای پدر مادرش یه کلام دروغ نیست. پدر مادرش دستاشون میلرزه، میخندن، قش میکنن، ولی تو رو ببینن با همون دستاشون خفت میکنن. از کی تا حالا توی حرومزاده ابنه شدی آدم خوبه؟ آره حتما یه قاتل نباید یه چاقو برداره بکنه تو قلب یکی. خیلی جاها شنیدیم گفتن که کلمات عین گلوله کشندن. تا
تو کشتی، تو با رفتارات کشتی، تو با کلماتت روح و جسم یه دختر رو کشتی. تو حتی چشم نداشتی زندگی پیمان آدیداس رو ببین. که این تا حالا ناموس آدم وقتی باهاش میره توی یه ویلای جایی با هم دوتایی ستایی چهارتایی بالاخره یکی خونه محرم خودت میدونی میری باهاش اشغال میکنی، فیلم میگیری، عکس میگیری، بعد فیلمشو باید کل مردم ببینن، تنی که آب خورده رو باید ببینم، مویی که برهنس رو باید ببینم. ویدا که تا حالا از بعد از پیمان یه دونه تار موش انداخت بیرون یا موهاش انداخت بیرون به این طرز فجیح استوری گذاشت که تو اومدی این فیلم ها رو الان پخش کردی. ببین این چیزا آنتن نمیده، بیغیرتی و بیناموسی تو اینجا آنتن نمیده. تمام. خب پیش که رفت انشالله چیزای دیگه شون هم بره. اینم که سی دیه که قول داده بودیم اینجا هم که دیگه معرف حضور همه هست نمیشه مستقیم اینجا رو نشون داد. هم زیاده شما سید آخه خیلی زشته. نه این بده، بد بد بد، با کیفیتش هم نکردم دانلود کنه. آخه حلالت باشه بنده خدا، اینجا هم فکر کنم فقط برچسبای خودشو گذاشته. هیچی ندار. اما بعد از چند روز پیج ابراهام برگشت و ادمینش با انتشار استوری خبر از زندانی شدن ابراهام داد و خطاب به دوستای ویدا نوشت رفیقای گل سلام، ابراهام یه سری مشکلات براش پیش اومده، خودش چند روزیه که نیست و صفحش دست منه. خواستم بگم یه سری از عزیزایی که فاز گرفتن و فکر میکنن صفحه ابراهامو بستن، خواستم بگم من دارم روی کارهای تیک آبیش کار میکنم. خودم تو این ماه سه بار به خاطر دلایلی صفحه ابراهام رو از دسترس خارج کردم. شما فاز بر ندارین. شما اگه بیل زن بودی باغچه خودتو بیل میزدی سلطان. آقای جنگی شما تنها کاری که از کل اینستا بلدی ریست پسورده. رفقای هم که زنگ میزنن پیم میدن پیگیر ابراهامن، ابراهام به خاطر یه دلایلی که اجازه ندارم بگم زندان دستگرد اصفهانه. کاراش حل شده، امروز با پدرش صحبت کردم، احتمالاً یکی دو روزه بیاد و فعالیتش رو شروع کنه. اما مراسم 40 ویدا افشاری هم دیروز با حضور خانواده و نزدیکانش برگزار شد و تو اون مراسم سنگ مزار ویدا رو هم نصب کردن. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ به نظرتون قصد و نیت ابراهام از انتشار فیلم‌های خصوصی ویدا چی بوده؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پست هم همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشید.